ده‌ها مهاجر افغان که به شکل غیرقانونی در یک سال اخیر از مرز مکزیکو وارد امریکا شدند میگویند که با رسیدن به امریکا چالش‌های آنان پایان نیافته و اکنون با مشکلات جدی و مختلف مواجه اند. آنان میگویند که نداشتن جواز کار، نداشتن وکیل مدافع و نبود درآمد از مشکلات عمده آنان است. تا زمانی که اجازه کار نداشته باشیم ما نمیتونیم کار کنیم قانونی تا بتونیم مصارف وکیل را پوره کنیم. با چند وکیل رفتیم صحبت کردیم، وکیلا که هستن خیلی هزینه بالایی رو میگن برای پروسس کار و تای مراحل کار، دیگه هر کدامشون از 8000 الا 15000 دلار تقاضا میکنه تا یک بتونیم که ما کیس خود را برای اونا واگذار کنیم، اونا برن به محکمه دیگه کیس های ما را تای مراحل کنن. مهاجرینی که به صورت قاچاقی و غیر قانونی وارد امریکا میشوند در بسیاری موارد باید از طریق وکیل مدافع درخواست پناهندگی کنند. بسیاری از این مهاجرین میگویند آنان تصور داشتند که پس از ورود به ایالات متحده امریکا زندگی خوبی را آغاز خواهند کرد، اما فکر نمی کردند که سختی های بیشتری در انتظارشان خواهد بود. روند در این قسم ادامه پیدا بکنه احتمال از این که مهاجر مجبور شود تا اینکه کار غیرقانونی انجام بده بیشتره. چون ما تا هنوز به قانون ایالات متحده با تمام چیزایی که وجود داره احترام گذاشتیم، فعلا به صورت غیر قانونی کار نمیکنیم، منتظر تایی مراحل اسناد خود هستیم. این مهاجران افغان میگویند که مسیرهای دشوارگذر کشورهای امریکای لاتین و مهاجرت غیر قانونی که ماها طول میکشد خطرات جدی را به دنبال دارد و حتی ممکن است منجر به مرگ گردد. امکان داره که هر انسان شانسی بیاره در اونجا یا از طریق مثلا حیوانات وحشی اونجا دریده شود در جنگل، و یا یکی مثلا چهار شبانه روز یک جایی است که فکر کو هیچ کسی اونجا به دادتون نمیرسه. آمار دقیقی از مهاجرین افغان که به شکل غیر قانونی وارد ایالات متحده شدند وجود ندارد، اما در یک سال اخیر تنها در شهر البانی مرکز ایالت نیویورک بیش از 30 مهاجر افغان که از امریکای لاتین وارد خاک ایالات متحده امریکا شدند پناه آوردند. چیزایی که او ضرورت دارند او را بسته‌بندی کردیم که یا چی ضرورت دارند و چی چیز است که ما میتونیم کمک کنیم، مثلا محلی بودو باش، خوراک. آنان میگویند که هرچند در حال حاضر حکومت محلی نیویورک محل بودوباش، غذا و خدمات بیمه صحی را به آنان ارائه کرده است، اما نداشتن جواز کار و عدم رسیدگی به درخواست های مهاجرتیشان آنان را با سردرگمی مواجه کرده است. فعالان حقوق مهاجرین و مقام های امریکایی میگویند که افزایش بی پیشینه مهاجرین افغان که از مرز کشورهای امریکای لاتین وارد امریکا میشوند بیانگر بحران بشری در افغانستان و عدم حمایت از مردم آن کشور است. ظفر بامیانی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، نیویورک.